عمدن نکشتم. حالا اگه 50 نفرم رفته زیر اتوبوس، خواست خدا بوده تو اتفاق. با وجود پافشاری وکیل و خانواده بر بیگناهی محمد سلاس، درویش گنابادی به جرم زیر گرفتن 3 مأمور پلیس اعدام شد. افزایش شمار آوارگان در جهان برای 5 سال متوالی، بیش از 68 میلیون نفر دنبال سرپناه. و پیوستن بازیکنان خارجی به تیم‌های فوتبال تاجیکستان برای راه یافتن به تیم‌های برتر. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. یک درویش پیرو طریقت نعمت اللهی که نامش با قتل 3 مأمور انتظامی در ایران گره خورده بود، هفته گذشته به دار آویخته شد. قوه قضاییه محمد سلاس را قاتلی می‌داند که با راندن یک اتوبوس به میان مأموران، خون 3 حافظ نظم و قانون را ریخته است. آنها می‌گویند او خود به ارتکاب این عمل اقرار کرده. وکیل او و خانواده‌اش می‌گویند که اعترافات متهم زیر شکنجه گرفته شده. او این اعتراف ها را پس گرفته و حتی کسانی شهادت می دهند که محمد سلاس اصلا راننده آن اتوبوس نبوده. اما دیوان عالی ایران ماه پیش حکم دادگاه بدوی در محکومیت او را به اعدام تایید کرده بود. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. پیش از مرگ و در آخرین دیدار با خانواده، محمد سلاس تأکید کرد راننده اتوبوسی که 3 مأمور نیروی انتظامی را زیر گرفت نبوده. ما سابقه اعتیاد داشتید؟ اما تشخیص قوه قضاییه این نبود و آنچه برای توجیه افکار عمومی ارائه شد، اعترافات محمد سلاس در دادگاه بود که به شکلی منقطع از تلویزیون ایران هم پخش شد. اول بگید که راننده اتوبوس چه کسی بوده؟ من خودم بودم. خودتون بودید؟ مالک اتوبوس چه کسی بوده؟ نمی‌شناسم. خب چطوری این اتوبوس در اختیار شما قرار گرفته بود؟ اون اتوبوس رو گذاشته بودن اونجا. من چون راننده اتوبوسم با این ماشینا شاگردی کردم، سیویجم روش بود، نشستم پشت شیدای بومیت. خب محمد سلاس بعداً در زندان از طریق این نوار گفت زیر فشار و کتک و تهدید اعتراف کرده است. من پشت اون اتوبوسی که آدم کشته نبودم، منو تو پاسگاه زدن گذاشتن دهنم، گفتن باید این حرفا رو بزنی. همه میدونن من روز بوده پشت اتوبوس هم کردم. من راننده اتوبوسی که آدم کشته نبودم، به کی بگم؟ جامعه درویش ایران امروز سوگوار است و همه همدردان درویش و فعالان حقوق بشر که کوشیدند مانع از اعدام محمد سلاس شوند. اما از نظر قوه قضاییه محمد سلاس مردی است که سوار بر این اتوبوس در جریان درگیری شامگاه 30 بهمن پارسال بین درویش و نیروی انتظامی 3 مأمور انتظامی را زیر گرفت. در طول 4 ماهی که از آن ماجرا گذشته، وکیل اول محمد سلاس می گفت قتل غیر عمد بوده و وکیل دوم گفت اصولاً درباره اینکه او راننده آن اتوبوس بوده یا نه شبهه وجود دارد. دو دیدار جداگانه آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران با خانواده‌های مأموران کشته شده نیروی انتظامی نشان می‌داد حکومت مصمم است در این ماجرا قاطعیت نشان دهد. محمد سلاس سحرگاه امروز در زندان رجای شهر کرج در میان یک جو سنگین امنیتی به دار آویخته شد. خانواده‌اش انتظار داشتند مطابق رسم معمول جنازه را اندکی آن سوتر در گورستان بهشت سکینه ببینند. اما خانواده خبردار می‌شوند که جنازه نه تنها به زادگاه محمد سلاس در بروجرد منتقل شده، بلکه بدون حضور آنها و تشریفات خاصی به خاک سپرده شد. هرچند در این تصویر فرقی بین خاک و آنچه قرار است مزار محمد سلاس در گورستان دارالسلام بروجرد باشد دیده نمی شود. مشکل قدیمی حکومت ایران با درویش گنابادی و فعالیت‌های آنها حالا از میان درویش یک کشته داده. اما حبس و اعتصاب قضا و سرکوب صدها تن دیگر از درویش در زندان‌های مختلف ایران همچنان گواه بر وجود زخمی است که هر از گاه با سوز و گداز سرباز می‌کند. سیاوش اردلان، BBC. اختلاف قیمت خودروی تحویل کارخانه و بازار در ایران به 10 میلیون تومان رسیده. سکه در 4 ماه گذشته افزایشی 56% داشته. مسکن هم گران شده. اکثر کالاهای ضروری هم قیمتشون هفته به هفته بیشتر می شود. مریم افشان نگاهی کرده به وضعیت بازار در این روزها.
بازار ایران ملتهبه، از ارز و طلا و سکه تا مسکن و خودرو و کالاهای ضروری. بعد از خروج ترامپ از برجام و ترک برخی شرکت‌های خارجی از ایران، پول‌های سرگردان و نقدینگی مردم به خرید مسکن و خودرو و طلا هجوم بردن و همین یکی از دلایل افزایش سرسام‌آور این اقلام شده. این صفحه اینستاگرام علی کریمی بازیکن فوتباله. آقای کریمی با این پست نوشته که کمپینی به راه انداخته و از مردم خواسته تا یک ماه چیزی از بازار نخرن. نه طلا، نه ماشین و نه هر چیزی که گرون شده. پیشتر و حدود یک ماه پیش هشتگ تحریم خرید را افتاده بود و بعد از این پست هشتگ نخریم و گران نخریم هم مدام در فضای مجازی تکرار میشه. سخنگوی دولت در واکنش به این کمپین گفته اگر کالای گران فروخته میشه نباید کسی اون رو بخره. و از آقای علی کریمی به خاطر راه انداختن کمپین گران نخریدن کالاها تشکر کرده. سکه بهار آزادی یکی از اقلامیه که در فاصله زمانی 4 ماه گذشته حدود 56% افزایش داشته. در اسفند 96 قیمت سکه 1,600,000 تومان بوده و هفته به هفته این رقم بالا و بالاتر رفته. امروز و در آخرین روزهای خرداد هم قیمت سکه شد 2,513,500 تومان. جنجال افزایش قیمت خودروهای تولید و منتاج داخل ایران یکی دیگر از آشفتگی‌های بازار پرالتهاب این روزها در ایرانه. رئیس سازمان بازرسی کل ایران در همین مورد میگه پول‌های سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شده که برخی از خودروها تا 100 میلیون تومان گران بشن. به عنوان مثال خودروی سوزوکی. این رقم درباره خودروهای وارداتی تا بیش از چند صد میلیون تومان هم افزایش داشته. افزایش کالا تنها به طلا و خودرو ختم نشده. گرانی کالاهای ضروری بسیاری از مردم را نگران وضعیت معاششون کرده. برنامه هشتگ شمای بی بی سی از مخاطبانش خواسته تا از یخچالهاشون فیلم بفرستن. با هم ببینیم. یخچال ماست ببخشین خالیه. پنیر و رب گوجه و روغن و قرص و شربت و سس گوجه، آب. اینم آبه، این فکر کنم سبزیه. بعد جا تخم مرغی ها رو که داریم میبینیم به جاش خالیه. ویتامین سه و خلاصه هیچ. اینم میوه هامونه، کلم و گوجه و همین. این یخچال ماست. همونطور که میبینید یخچال اصولا محتویاتی نداره که بخواد چیزی هست شده باشه و این یخچال اصولا به همین شکل هست. علتش هم کاملا واضحه. گرانی داد بسیاری رو درآورده. مجلس قرار جلسه تشکیل بده و دلیل اون رو بررسی کنه. دولت میگه افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر جنگ روانیه و دلیل اقتصادی نداره. بعضی میگن اگر ترامپ تحریم‌های جدید وضع کنه اوضاع بدتر میشه. اقتصاددانان میگن فارغ از هیاهو و جنجال باید راهی برای خروج از این بحران پیدا کرد. تازه ترین گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که افزایش شماره کسانی که در جهان از خانه های خود رانده شدند رکورد جدید ثبت کرده، حدود 68 میلیون و 500 هزار نفر. به طور متوسط در یک سال اخیر روزانه 44400 نفر مجبور به ترک شهر و دیار خود شدند، عمدتاً برای فرار از تعقیب دولت ها، جنگ های خونین یا خشونت های کور. جنگ در سوریه، خشونت‌ها در میانمار، بی‌ثباتی در افغانستان، سودان و سومالی از دلایل اصلی بالا گرفتن موج افزایش بی‌خانمان‌ها عنوان شده. ترکیه، لبنان، ایران و آلمان از جمله کشورهایی هستند که بیشتر از دیگران با پیامدهای این وضعیت دست به گریبانند. جزئیات بیشتر در گزارش مجید افشار. این آوارگان در اردوگاهی نزدیک رقه در شمال سوریه به عشق جام جهانی جمع شدند. شاید خودشان ندانند اما امروز روز جهانی آنهاست، روز جهانی پناهجو. همزمان با این روز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارشی از وضعیت آوارگان در دنیا منتشر کرده، آمار و ارقامی که برای 5th سال متوالی افزایش می‌یابد.
بر اساس گزارش جدید سازمان ملل، تعداد افرادی که تا پایان سال 2017 مجبور به ترک محل زندگیشان شدند به 68.5 میلیون نفر رسیده. آزار و اذیت، جنگ و خشونت از دلایل اصلی آوارگی آنهاست. دو سوم پناهجویان جهان از 5 کشور می آیند. بیش از 6 میلیون نفر از سوریه، 2 میلیون و 600 هزار نفر از افغانستان، حدود 2.5 میلیون نفر از سودان جنوبی، 1 میلیون و 200 هزار نفر از میانمار و حدود 990 هزار نفر اهل سومالی هستند. گرچه جنگ در سوریه همچنان عامل اصلی افزایش آوارگان جهان است، اما وضعیت وخیم کشورهایی چون کنگو و سودان جنوبی هم مزیده بر علت شده. گزارش سازمان ملل همزمان به پناهنده پذیرترین کشورهای جهان هم اشاره کرده. ترکیه برای 4مین سال متوالی پناهنده پذیرترین کشور جهان است با 3.5 میلیون پناهنده. کشورهای بعدی پاکستان و اوگاندا هستند و طبق این گزارش ایران با حدود 980 هزار پناهنده از پناهنده پذیرترین کشور اروپا یعنی آلمان پیشی گرفته. سازمان ملل از اسکان پناهجویان به خصوص در آمریکا و کشورهای اروپایی راضی نیست. آمار و ارقام نشان می‌دهد اسکان پناهجویان 54% کاهش یافته. دلیلش کاهش سطح پذیرش کشورهای اروپایی است. دولت‌ها باید از خودشون قدرت رهبری و پاسخی در خور این مسئله نشون بدن. برخی دولت‌ها حس شرایط اضطراری یا هجوم پناهجوها رو به مردمشون تلقین کردند. متأسفانه برخی رهبران سیاسی برای به دست آوردن رأی روی مسئله پناهجویان حساب باز کردند. ترس ایجاد می‌کنند و برای خودشان رأی می‌سازند. این نفرت انگیز و غیر مسئولانه. این تصاویر بیانگر اختلاف نظر درباره چگونگی برخورد با پناهجویان در اروپا است. بیش از 600 پناهجو که از لیبی به دریا زده بودند در سواحل ایتالیا چندین روز سرگردان بودند. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد 52% از آوارگان جهان را کودکان زیر 18 سال تشکیل می‌دهند. آمار و ارقامی که بار دیگر بر نیاز به صلح و توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته تاکید می‌کند. مجید افشار، بی بی سی. سازمان ملل می‌گوید که بعد از سوریه، افغانستان بیشترین شمار پناهجوها را در جهان دارد با 2.6 میلیون پناهجو. آریا احمدزاده خبرنگار ما در کابل می‌گوید جنگ و بیکاری ماندن را برای بسیاری دشوار کرده. موج مهاجرت، مرزهای حصار کشیده کشورهای اروپایی. افغانها بعد از سوریه دومین گروه بزرگ پناهجویان هستند که از جنگ در کشورهایشان میگریزند. فرنگیز، خواننده جوان این آهنگ، خود یکی از صدها هزار پناهجوی افغان. فرنگیز داستان درد و رنج مهاجرت را در این آهنگ به تصویر کشیده. تهیه کننده این آهنگ هم یک پناهنده بود، اما حالا از داخل کشورش می نوازد. من بیش از 30 سال در مهاجرت تیر کردم یا 25 سال. هیچ وقت انزوا اختیار نکردم، مگر با تمام دستاوردهایم در گوشه دنیا خود خس سراب حساب میکردم. اکثر مردم مخصوصا در افغانستان ما متلخی مهاجرت ها را چشیدیم و در این آهنگ مطلقا نموز خاطرات تلخ و سرنوشت خود ما را میتونستیم ببینیم. اینها سالها تجربه مهاجرت داشتند، حالا زیبایی های کشور خود را میسرایند. در اوج مهاجرت افغان ها میلیون ها نفر افغانستان را ترک کردند. حالا بخش بزرگی از آنها برگشتند. از سال 2002 5.2 میلیون مهاجر به افغانستان برگشتند. حدود 2 میلیون نفر دیگر هنوز در کشورهای منطقه هستند. بازگشت مسون و عزتمند اولویت دولت افغانستان است. اما چالش ها برای آنهایی که به کشورشان از جمله افغانستان برمیگردند زیاد است. این چالش ها بیشتر از هر زمانی شده. این هتل ها مقصد اولیه کسانی است که عزم سفر دارند از ولایت های مختلف. ایران و ترکیه
مقصد بعدی این هاست. از این خاطر که سفر میکنیم، من 10 ماه شده اینجا آمدیم، یک روز یک قرآن پیدا نکردیم کار نیست. خاطر اون که میخوام سفر کنیم از ایران، از اونجا کم پولش که کمتر الان بیارده شده، میخوام از اونجا بریم ترکیه. با رفتن طالبان بخش بزرگی از پناهجویان برگشتند، نیروهایی که محرک عمده اقتصاد، سیاست و اجتماع در افغانستان بودند. اما با برگشت طالبان ناامنی گسترده شد و بیکاری به یک مشکل عمده تبدیل شد. در سالهای اخیر صدها هزار نفر به کشورهای همسایه اروپا و امریکا رفتند. با وجود بسته شدن مرزهای اروپایی این روند ادامه دارد. ترکیه دروازه اروپا مقصد بسیاری ها شده. آریا احمدزی، بی بی سی، کابل. افغانستان به رغم مشکلات امنیتیش مقصد تعدادی از پناهجویان است. یکی از آنها محمد شهروند عراق است که 13 سال پیش برای رسیدن به کشوری امن‌تر از کشور خودش به کابل رفت. خبرنگارمان عالیه رجایی پای صحبت‌های او نشست. از عراق تصمیم بگیره که از کشور عراق خارج شدم به تاریخ 2004. امریکا حمله کرده به خاک عراق، بعدن جنگ شروع شد، ما هجرت کردیم از کشور ما به این تاریخ و رفتم ایران و ایران رفتم موسکو و موسکو دوباره رد کرده بر ما، قبول نکرده بر ما. پس دوباره ترکمنستان آمدیم و ترکمنستان گپ زدن خلاص کردیم، گفت شما برو افغانستان. ما گفتم افغانستان کجا میشه؟ ما وقتی سازمان ملل متحد بدون مهاجر فی کابل حمایت کرده بر ما سازمان ملل متحد و گفت بر ما خارج میری یا اینجا باشه با تحقیقات انترویو ما داریم، اگر ما کامیاب شدم میرم خارج. بعد این کس نفر بر ما خطر ما نکرده که میامی آدم میخم. ما یک زن افغانی گرفتم و بعد وقتی عروسی کردم رفتم سازمان ملل متحد گفتم ما عروسی کردم، پس سازمان ملل متحد کمک بند کرده از ما و بعدا از همینجا شروع شد تسلسل موضوع طبیعی افغانستان. گپ زدم به حقوق بشر گفتم یک کار بر ما بده، شما تشکر میکنم تذکره طبیعی دادی، ما از همین خاک شدم، لیکن یک کارت بده بر ما. وقت خواستی به خود و اولادایت شناسنامه بگیری با مشکل بر نخوردی؟ 5 سال ما پشت تذکره میرم. 5 سال چی میگفتن؟ چرا؟ چی مشکل میشه؟ عدلیه معلومات میخوام، وزارت عدلیه و ریاست امنیت ملی و وزارت داخلیه. هیچ کس نفر اذیت نکرده بر ما و گفتم به تو ما مثل یک محور دارم، ما بین محور زندگی میکنم، بازار نمیرم بزیاد، وظیفه صبح میرم، ساعتی رسمیات خلاص میشه میرم بش اولاد ما ببینیم مشکلات اولاد ما چی مشکلات داره و لیست نوشته کمی کنم، بعد لیست ما میرم بازار وسایل میخریم میم بیش خانم ما تسلیم میکنیم، شب ما نمیرم. سلام بابا، خوبی شالا؟ آفرین. مرتضی کجا؟ سلام مرتضی. دوست داری دوباره به وطنت برگردی؟ فکر نمیکنم، وطن ما خراب شد. مشکل ما پدر مادر بس پدر جم پدر ما بریش بود، برادر ما چهار پر شهید شده در جایی کجا میریم؟ برای کشوری مثل تاجیکستان راه یافتن به جام جهانی فوتبال در حال حاضر رویایی بیش نیست، اما در راستای تلاش‌ها برای بهبود وضعیت این ورزش نزدیک به 20 بازیکن خارجی به لیگ برتر پیوستند، از جمله 2 ایرانی. خبرنگارمون سهراب ضیا به دیدن بعضی از این لژیونرها رفته. محمدی علیپور 23 سال دارد و از بوشهری ایران است. او با سابقه 9 ساله فوتبال 4 ماه پیش به تیم باشگاهی ورزشی ارتش تاجیکستان یعنی پامیر دوشنبه پیوست، اما ظاهرا تاجیکستان مقصد نهاییش نیست. به امید این اومدم که از اینجا به کشورهای اطراف ترانسفر بشم، مثل روسیه، مثل اوکراین،
مثل ازبکستان که سطح فوتبالیشون از اینجا بالاتره. هدفم این بوده که به اینجا آمدم، چون اینجا راهیه و پله به قول خودمون برای پله های بالاتر. در این تیم یک بازیکن دیگری ایرانی هم هست. او 25 سال دارد و میگوید در 14 سال گذشته برای تیم های فوتبالی استان خوزستان ایران و تیم ملی جوانان این کشور بازی کرده. متاسفانه ما شرایط ادامه کار داخل ایران برای تو لیگ عالی ایران بازی کردن برای من فراهم نبود. برای همین تصمیم گرفتم برم جایی که بتونم تو لیگ برترش، لیگ اصلیش بازی کنم. واسه همین اومدم تاجیکستان. جایی رو که دوست دارم به عنوان هدفم انتخاب کنم، به عنوان رویام فوتبال بازی کردن تو آلمانه، داخل لیگ آلمان بوندسلیگا است. در رده‌بندی جدید فیفا تاجیکستان با 264 امتیاز در میان 211 کشور در رتبه 119 قرار دارد. با وجود چنین جایگاه پایین، ده ها فوتبالیست خارجی سرنوشت خود را با فوتبال تاجیکستان گره زدند. از جمله تیم استقلال دوشنبه دو بازیکن خارجی دارد. نیکولو استوشیچ فوتبالیست سربستانی بیش از 5 سال می شود که عضو تیم فوتبال استقلال دوشنبه است. اینجا یک همشهری سربی من به نام نیکولو کووزویچ مربی بود. او مرا به اینجا دعوت کرد. تصمیم گرفتم ببینم فوتبال آسیا چگونه هست. به من پسند افتاد و اینجا ماندگار شدم. اگرچه وضع فوتبال اوکراین به مراتب بهتر از تاجیکستان است، این بازیکن 28 ساله اوکراینی یک سال پیش به دسته استقلال دوشنبه پیوسته بود. درست است که سطح فوتبال کشور ما بالاست، اما به دلیل جنگ و ناآرامی وضع دستمزد فوتبالیست ها در اوکراین چندان تفاوتی با تاجیکستان ندارد. اینجا برای من شرایط مناسب است، اما همیشه میخواهی باز هم بهتر باشد. در میانی دسته های منتخبی ملی آسیا، فیفا تاجیکستان را در رتبه 22 و در میانی کشورهای شوروی پیشین در رتبه 11 قرار داده. در لیگ برتر فوتبال تاجیکستان 8 تیم با هم رقابت میکنند. بزرگترین دستاورد آنها راه یافتن تیم استقلال دوشنبه به فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در سالهای 2015 و 2017 است، هرچند هرگز برنده نشده است. بعد از جام آسیا این دومین مسابقه معتبر فوتبال در این قاره محسوب می شود. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. یونان و مقدونیه یک توافق تاریخی امضا کردند. مقدونیه از این به بعد قرار است با نام مقدونیه شمالی شناخته شود تا با استان مقدونیه یونان متفاوت باشد. توافقی که به دهه ها اختلاف پایان خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی بیگی. داستان گره خورده نخست وزیرهای یونان و مقدونیه و امضای اسناد مربوط به توافق توسط وزیران خارجه دو کشور، توافقی که امید می‌رود به 3 دهه اختلاف دو کشور بر سر نام مقدونیه پایان بدهد. امروز اینجا در نزدیکی دریاچه پرسپا در مرز دو کشور همه چیز به خوبی پیش رفت و هر دو نخست وزیر راضی بودند. این قدمی تاریخی است تا از این به بعد فقط برنده ها باشند، تا زخم‌های گذشته را التیام ببخشند و راه برای صلح، دوستی، همکاری و پیشرفت دو جانبه هموار شود، نه تنها برای دو کشور بلکه برای منطقه بالکان و تمام اروپا. بدون جسارت به چیزی نمیتوانستید. جرأت و شجاعت افتخار به همراه دارد. تا وقتی که زنده هستید امیدوار باشید. این جمله های ارسطو به ما میگوید که به اعتماد، شجاعت و امید نیاز داریم. امضای توافق نهایی بر سر نام مقدونیه برای دو کشور اهمیت استراتژیک دارد و بسیاری از کارها را پیش میبرد. اما در 27 سال گذشته روابط اینگونه نبوده. وقتی یوگسلاوی در سال 1991 به 7 کشور تقسیم شد، منطقه‌ای در مرزهای شمالی یونان خود را مقدونیه نامید. اما یونان از این کار خوشش نیامد، چون خودش منطقه‌ای به نام مقدونیه دارد.
حالا طبق توافق انجام شده قرار است کشور همسایه مقدونیه شمالی نامیده شود. شاید این از نظر کشورهای دیگر مشکل بزرگی به نظر نرسد، اما یونانی ها به شدت برای حفظ هویت استان مقدونیه خودشان متعصب هستند. میگویند پایتخت امپراتوری اسکندر بزرگ است، پادشاه پرقدرت یونان باستان. حتی دیشب هم معترضان به این توافق در بیرون از پارلمان با پلیس درگیر شدند. سیاستمدارا همچین حقی ندارن. اونا خیانتکارن. این کارشون هم خیانته. اونا دارن سالها تاریخ رو از بین میبرن. مردم یونان ازشون حمایت نمیکنن. ما این توافق رو به رسمیت نمیشناسیم. دیروز آلکسیس سیپراس از رأی عدم اعتماد نمایندگان جان سالم به در برد. نشانه ای از اینکه رسیدن به این توافق و پایان دادن به این اختلاف 27 ساله به این آسانی ها نبوده. توافق انجام شده قرار است که مردم دو کشور را راضی کند، اما به نظر می رسد در روزهای اخیر تنش ها بالاتر هم رفته. در یونان بعضی ها خواستار برکناری کامل دولت شدند. آلکسیس سیپراس ادعا می کند که این توافق منطقه را با ثبات می کند، اما فعلا باید به تأیید مجالس دو کشور برسد و مردم مقدونیه هم از طریق همه پرسیان را قبول کنند. مهدی بیگی، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.